امشب با رضا مهاجری نژاد، نویسنده و از فعالین پیشین جنبش دانشجوی ایران گفتگو میکنم. آقای مهاجری نژاد اخیراً کتابی رو با نام نسل زنده به زبان انگلیسی منتشر کردن. نسل زنده ضمن اشاره به قیام دانشجوی 18 تیر، رویدادهای سیاسی ایران را از زوایای گوناگونی بررسی میکنه. نویسنده با اشاره به خیزش دانشجوی 18 تیر، از اون عنوان قیام یاد میکنه که نقطه آغازی برای دستیابی به یک دموکراسی سکولار در ایران خواهد بود. آقای مهاجری نژاد، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در شهر سان فرانسیسکو با ما همراه هستید. درود بر شما آقای مکری و تمامی بینندگان عزیز. آقای مهاجری نژاد، چرا تصمیم گرفتید تا کتابی رو درباره قیام 18 تیر منتشر بکنید؟ چه انگیزه ای داشتید از انتخاب این موضوع برای این کتاب؟ واقعیت اینه که بعد از دوران بعد از قیام 18 تیر و بعد از دوران زندان و اینکه در تبعید اجباری بودم، وقتی تحصیلات خودم رو شروع کردم رجوع کرده بودم به کتابخانه‌هایی که در دانشگاه‌ها بود و از اینکه در مورد جنبش دانشجویی ایران بعد از انقلاب مطالب رو به دست بیارم و واقعیت‌های موجود در داخل ایران رو تطبیق بدم، متأسفانه نتونستم کتابی اثری که بتونه در رابطه با خیزش‌های دانشجویی به خصوص خیزش 18 تیر در داخل ایران بتونه صحبت کنه، و به خاطر همین از یه جد وظیفه خودم رو دیدم به عنوان کسی که بالاخره در اون جریانات حضور داشته و وظیفه‌ای که بالاخره اندازه وظیفه تاریخی در کنارشم اینه که بتونه یه تصویر درستی رو ارائه بده از نسل جوان در داخل ایران و وضعیت موجود جنبش دانشجویی. اینه که منو بر این امر داشت که بتونم یک اثری رو در مورد واقعیت‌های جنبش دانشجویی 18 تیر و شرایط امروز جامعه ایران ارائه بدم. شما این کتاب رو به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر کردید، در این باره توضیح بدید. چرا کتاب به زبان انگلیسیه و درباره همکاریتون با لیز مالون صحبت بکنید؟ چگونه این همکاری شکل گرفت؟ در چه چارچوبی بود؟ حقیقتش اینه که اگه من می‌خواستم این کتاب به زبان فارسی بنویسم، مطمئناً برای من خیلی آسان‌تر و راحت‌تر بود و زمان کمتری رو برای انجامش طلب می‌کرد. و علت اینکه تصمیم گرفتم این کتاب به زبان انگلیسی باشه به خاطر این بود که جامعه آمریکایی، جامعه غیر ایرانی در اینجا بتونن از واقعیت‌های موجود در داخل ایران آگاه بشن و به خصوص قضیه 18 تیر رو وقتی نگاه می‌کردم، یک جنبشی که نه تنها گستردگی اون، پیوستگی اون با لایه‌های مختلف اجتماعی در داخل ایران و ارتباط اون با جنبش‌های دیگه‌ای که بعد از 18 تیر به وجود اومد نگاه می‌کردم در قیاس با جنبش‌های دیگه، یعنی وقتی ما می‌پردازیم به جنبش دانشجویی در مکزیک با همه عظمتش از 1968 میاد قدرت دانشجویی رو در بازی المپیک نشون میده، جنبش دانشجویی تیانانمن در چین 1989، جنبش دانشجویی خود آمریکا در دهه 60 که در نهایت به اروپای غربی چه تاثیرات بزرگی رو داشته، اما ما میبینیم که ادامه نداشته و جنبش دانشجویی ایران که ادامه اون جنبش در حقیقت وضعیت فعلی ایران رو، جنبش فعلی ایران رو شاهد هستیم، تصمیم گرفتم این به زبان انگلیسی باشه تا اینکه بتونن ایران آمریکا کسانی که در داخل آمریکا زندگی میکنن و جاهای دیگه اقصا نقاط دنیا که اگه بتونن به این کتاب دسترسی پیدا کنن، وضعیت موجود داخل ایران رو آگاهی بهتری پیدا کنن. و در مورد خانم لیز میلن که خیلی کمک کردن در این شرایط، شاید اگه وجود ایشون نبود نمیتونستم مطمئنا در این مدت این کتاب نوشته شد، این کتاب نوشته بشه، خیلی کمک کردم به خاطر علاقهش به شرایط ایران، جنبش دانشجویی و وضعیت فعالیتی که در اینجا داشتیم، خیلی تو این زمینه کمک کردم. عنوان این کتاب هست Live Generation، نسل زنده. این چه نسلیه که شما ازش صحبت میکنید؟ چه مشخصات و ویژگی داره؟ در این باره برامون توضیح بدین. حقیقتش علت انتخاب این اسم به خاطر این بود که وقتی ما به دنیا اومدیم، وقتی که 5-6 سالمون بود، 31 سال پیش انقلاب به نام انقلاب اسلامی انجام میگیره و طبیعتاً بعد از اون شرایط جنگ، همه فکر میکردن این نسل سوخته است. چه کسانی در داخل رژیم فکر میکردن این نسل متعلق به جمهوری اسلامی است و با باورها و ایده های جمهوری اسلامی پرورش پیدا خواهد کرد و طبیعتاً میتونه یک نیروی عظیم از داخل این نسل در حمایت از رژیم بیاد و طبیعتاً انقلابش جهانی کنه. از طرف دیگه
هم ایرانیان خارج از کشور هیچ وقت فکر نمی‌کردن. فکر می‌کردن که طبیعتاً تغییرات جامعه ایران باید به وسیله نسل گذشته انجام بگیره و فکر می‌کردن این نسلی در داخل ایران پرورش پیدا کرده با اون فضای امنیتی، فضایی که پر از خشونت بوده، فضایی که جنگ رو تجربه کرده، فضایی که بالاخره شرایط بسیار سخت و دشواری رو دیده، همه فکر می‌کردن نسل سوخته است. ما خواستیم نشون بدیم که نه، و واقعاً هم همین جور بود. یعنی اجدای تیر و جریانات بعد از اجدای تیر تولد نسل جدید رو که در حقیقت نیروی سوم بوده، به هیچ کدوم از جناهای حاکمیت بستگی نداشته و طبیعتاً در داخل این رژیم پرورش پیدا کرده و خواهان آزادی‌های فردی و اجتماعی برای خودش بوده، خواهان رسیدن به جامعه سکولار بوده، خواستیم این رو بگیم که این نسل زنده بوده و نسل زنده هست و طبیعتاً جریانات سال گذشته در داخل ایران نشون داده که این نسل تا چه حد تاثیرگذار بوده و به خاطر همین فکر کردم که بهترین اسمی که برای این کتاب میتونه در نظر گرفته بشه، از دید خودم فکر کردم که نسل زنده میتونه باشه، که بگیم این نسل زنده است و طبیعتاً آمال و آرزوهای این ملت رو که در حقیقت 100 ساله که بعد از انقلاب مشروطیت دنبال میشه برای رسیدن به آزادی، این نسل محقق خواهد کرد و طبیعتاً به سرانجام خواهد رسوند. آقای مهاجر نژاد، شما در این کتاب با اشاره به قیام دانشجویی 18 تیر به برخی از رویدادها و حوادث تاریخی سیاست ایران هم پرداختید. در این باره توضیح بدید کتاب شامل چه بخش‌هایی است و شما از چه منظری رویدادهای سیاسی ایران رو بررسی کردید؟ سعی کردم رویدادهای سیاسی ایران رو با شرایطی که وجود داره، به صورتی که وجود داشته، به دور از تفکرات شخصی خودم دنبال کنم. در کنارش خب طبیعتاً سعی کردیم که در بخش‌های دیگه هم نظرات دیدگاه خودمون رو ارائه بدیم. از یه طرف خب طبیعتاً از نظر تاریخی بیشتر سعی کردیم از دورانی که شروع شده از 1953 که در حقیقت دولت ملی دکتر مصدق سرنگون میشه به وسیله CIA و دولت آمریکا، اونو بررسی کردیم. شروعش از اونجا بوده و طبیعتاً جنبش دانشجویی که در اون موقع قیام 16 آذر و بعد از اون تحولات بعد از اون رو بررسی کردیم تا به 1979-1357 انقلابی شکل میگیره و طبیعتاً نقش گروه‌های مختلف در داخل انقلاب بوده. حالا گروه‌های مختلفی که بعد از انقلاب طبیعتاً تو داخل اپوزیسیون وجود دارن، از گروه راست جناح سلطنت طلبان میتونه وجود داشته باشه، از سازمانی مثل سازمان مجاهدین میتونه وجود داشته باشه، چریکای فدایی، گروه‌های چپ، حالا که به خصوص گروه‌های چپ امروزی که میتونه از بخش‌های بالاخره سوشال تا کمونیسمش وجود داشته باشه، و طبیعتاً نسل جوان امروزی که غالب‌های به خصوص جنبش دانشجویی که سعی کردیم در موردش صحبت کنیم و جنبش‌هایی که شاهد هستیم در دهه اخیر به خصوص جنبش زنان و جنبش کارگری، شرایط مورد داخل ایران رو بررسی قرار بدیم. اما سعی کردیم یه تصویر درستی از وضعیت تاریخی اپوزیسیون ایرانی در داخل ایران و خارج از ایران رو ارائه بدیم، به دور از گرایش‌های جنایی فردی یا گروهی، و طبیعتاً خب واقعیت‌های موجود تاریخی رو سعی کردیم در داخل این کتاب با توجه به شرایطی در داخل ایران بوده ارائه بدیم. آقای مهاجر نژاد، الان چند سالی از رویداد 18 تیر گذشته و شاید بهتر بشه از نظر تاریخی اون رو تجزیه و تحلیل کرد و به ارزیابیش پرداخت. از نظر شما قیام 18 تیر، خیزش 18 تیر یا واقعه 18 تیر چه نقش و اهمیتی در تاریخ معاصر ایران داره؟ از نظر سیاسی و یا اجتماعی برداشت شما از اون چیه؟ حقیقتش رو بخوای 18 تیر تغییرش، تأثیرش بسیار فوق‌العاده بوده، حتی بیش از اون چیزی که ما در اون زمان وقتی به خیابان اومدیم. علت اینکه ما اون موقع به خیابان اومدیم به خاطر اینکه حکومت اومد به خوابگاه مأمن دانشجویان حمله کرد و طبیعتاً یک عکس العملی بود. اما واقعیت هم اینه که صدای فریاد فروکوفته مردم ایران رو بعد از 20 سال صدا زد و در حقیقت برای اولین بار بود یک نسل جدیدی رو در داخل ایران نشون میداد که اعتراض خودش رو به خیابان‌ها کشونده و طبیعتاً نگاه جهانیان رو به این سمت معطوف کرده. اما تغییراتی که 18 تیر سبب شده، چه در داخل خود جنبش دانشجویی، چه در بیرون از جنبش دانشجویی در داخل ایران و در نگاه جهانیان، بسیار فراتر از اون چیزی بوده که خودمون حتی تصور میکردیم. مثلا شما نگاه کنید، خود 18 تیر، واقعه 18 تیر، تغییراتی که در داخل گروه‌های دانشجویی حاکمیت از جمله دفتر تحکیم و عدد ایجاد کرده. یعنی شما دفتر تحکیم و عدد قبل از 18 تیر رو با دفتر تحکیم و عدد بعد از 18 تیر مقایسه کنید، اصلا